سلام دوستان، چندی پیش به مناسبت دهمین سالگرد حبس روحانی دگراندیش آقای حسین کاظمینی بروجردی گفتگوی داشتیم با آقای حسن شریعت‌مداری، فعال سیاسی و از مشارکت کنندگان در کمپین جهانی که برای کسب آزادی آقای بروجردی که از طرفداران جدایی دین از دولت هستند در چندین شهر اروپا و آمریکای شمالی برگزار شد. آقای کاظمینی بروجردی روز 16 مهر ماه 1385 توسط نیروهای وزارت اطلاعات و تیم کماندوی نیروهای ویژه در خانه‌اش در تهران دستگیر شد و بعداً به 11 سال زندان محکوم گردید. امروز در راستای همان مبحث گفتگو می‌کنم با خانم مریم معزنزاده از فعالان حقوق بشر و نماینده آقای کاظمینی بروجردی در خارج از کشور. خانم معزنزاده، سلام دارم به شما در آمستردام هلند. درود خدمت شما جناب آقای فرهودی و همچنین بینندگان شنوندگان عزیز. خانم معزنزاده، در ابتدا لطف بفرمایید و یک شمه کوتاهی از فعالیت‌های خودتون بفرمایید و اینکه از چه زمانی به صف طرفداران آقای کاظمینی بروجردی پیوستید. بله، خواهش میکنم. من در بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم از دانشگاه و در دانشگاه شهید بهشتی تهران استخدام شده بودم، شنیدم که یک روحانی هستش که به اصطلاح حرفای خیلی خوبی میزنه، منتقد هست و این برمیگرده به سال 1378 و شنیدم که حرفایی که ایشون میزنه خیلی خوبه، انتقاد زیاد میکنه و خیلی روشنفکر هست و من سعی کردم که به دیدار ایشون برم، صحبت بکنم، گفتگو کردیم، بحث کردیم در مورد نظام کنونی و در مورد اعتقادات ایشون، جایگاهی که برای زن و برای علم مخصوصا، من قشنگ یادمه که در برای میخواستم بدونم چه فکری دارن و من خوشم اومد از طرز برخوردشون و نگاهشون و همچنین که قبلا به هر حال من کوتاه بکنم، مسائل زیادی من داشتم در رابطه با اینکه بی‌عدالتی های رو میدیدم در دانشگاه یا در کادر علمی و جای مختلف. این خودم به این فکر افتاده بودم که چه کار میشه کرد برای این کشور و به این نتیجه رسیده بودم که روحانیون به دلیل با توجه به جو حاکم در جامعه و اعتقادات مذهبی مردمی که بسیار زیاد هم هستن، چه میشه کرد؟ فرهنگ سازی که جمهوری اسلامی تا اون سال کرده بود رو چه میشه کرد؟ به این نتیجه رسیدم که وجود روحانیونی که روشنفکر باشن و حاضر باشن که در این زمینه ها کار بکنن، معتقد باشن که حکومت دینی حکومت خوبی نیست و به جدای دین از حکومت معتقد باشن خیلی مهمه و این نقششون خیلی مهمه و خوب هستش که با اونها همکاری بکنم. این هستش که من با دفتر ایشون NGO تقریبا داشتن که کار خیریه هم میکردن شروع به همکاری کردم. خب چگونه است که شما الان خودتون رو نماینده آقای بروجردی در خارج از کشور خطاب می‌کنید؟ آیا از سوی آقای بروجردی به این سمت منصوب شدید؟ چگونه است؟ بله، من موقعی که از کشور اومدم بیرون به دلایل مشکلاتی که برام پیش اومده بود، بعد از 2 یا 3 بار زندان رفتم، مجدداً احضار شده بودم، از کشور خارج شدم. بعد از ایشون نامه‌ای رو دریافت کردم که دستخط بود و به اصطلاح نزدیکان ایشون به من رسوندن، کسانی که معتبر هستن. دستخط ایشون هم من میشناختم و ایشون تک این دستخط از من خواسته بود، یعنی منو معرفی کردم به عنوان نماینده و وکیل خودشون. خانم معزنزاده، در مطالبی که در رابطه با آقای بروجردی در روی سایت‌های مختلف اینترنت هست گفته شده که ایشون 2 ماه قبل از اینکه دستگیر بشن از سوی دادگاه ویژه روحانیت احضار شده بودن به خاطر ادعایی که در مورد رابطه خودشون با امام زمان عنوان کرده بودن. تا چه حد این اطلاعات صحت داره و اصولا آیا شما هیچ آگاهی دارید از اینکه ایشون یک همچین مسئله رو مطرح کرده باشن در گفتگوهاشون با شما؟ نه، این کاملا بی ربطه. آقای کاظمینی بروجردی، البته این رو من چون مصاحبه قبلی شما رو هم شنیدم بگم که
چون در مسابقه قبلی عنوان شد با آقای شریعت مداری داشتید صحبت میکردید که آقای کاظمینی بوجهدی بعد از اینکه رفتن زندان معتقد شدن به جدایی دین از حکومت، یا اینکه این فکر رو کردن که ممکنه این راه خوبی باشه برای جلب طرفداران. آقای کاظمینی بوجهدی یک رهبر مذهبی پرطرفداری بودن که جلساتشون به گواهی تصاویری که الان موجود هست مملو از جمعیت بود که تو هیچ مسجد و تکیه هم جا نمیشدن، ایشون از استادیوم ها استفاده میکردن. آخرین استادیوم که ایشون استفاده کردن، نام جدیدش از شهید کشوری خاطرم نیستش که اسم قدیمش چی بود، تو خیابان بسیار نزدیک به جاده قدیم و تو بزرگ راه شمال تهران بود که اصلا انقدر جانه می شد که از اون استادیوم و زمین فوتبال و بسکتبال و اینا پر شده بود و ریخته بود بیرون، جمعیت تا میدون ها و به اصطلاح خیابون های اطراف همه بند اومده بود، ولی به جنبال جمعیت بنابراین ایشون نبودن با خاطر این ادعاشون. ولی چنین ادعایی هرگز نیست، چه در خلوت چه در جمعیتی که داشتن. ایشون بیش از 400 تا نوار تدریس دارن، جلسات تدریسشون که همه در دست تکثیر می شده و همه ازشون اطلاع دارن. بعد 3 جلد کتاب نوشته بودن قبلا در سالها دهه 70 و 80 که اونها هم همه جا هست، حتی اینترنتیش در سایت ایشون بام آزادی هست. و بعد از دهه 70 ایشون فعالیتش رو شروع کردن، از همون اول منتقد این حکومتی بودن که به نام دین داره مردم رو هم سرکیسه میکنه هم اینجور به بیچارگی میرسونه. الان اگر شما بخواهید من براتون دارم در با تاریخ براتون میفرستم صحبت های کوتاهی که 2 دقیقه هست از ایشون که ایشون چگونه انتقاد میکرد با اسناد و مدارک دینی و که اصلا نمیتونه این حکومت دینی و اسلامی باشه. این کار ایشون بود در دهه 70. بعد از اون هم هرگز همچین چیزی شنیده از ایشون نشد که بگه من ارتباط با امام زمان دارم، یا بعدن گفتن که خود امام زمان هستن. و ایشون حتی در موقع دستگیری این رو توی بلندگوی دستی اعلام کردن که اینا میان به من همچین چیزایی میبندن، ولی این واره به صدا چیز نداره. چرا زورتان به روی رعیت کاری میکنید؟ چرا چنگ و دندان نشان ملت میدهید؟ این ملت به شما آقایی داد، این ملت به شما عزت داد. شما در کجاها بودید؟ مردم شما را آوردن در این جایگاه. این از جبران تلاش مردم این ملت را سرگردان کردید، فقیر کردید، بیچاره کردید. این مردمی که روی ذخایر انبوه نفت و گاز و طلا و اورانیوم زندگی میکنند چرا ندارند؟ برای اینکه مدیریتتون را آورده اید برای سرکوب مثل من، این من و این شما بکشید. اما تاریخ در زمینه شما قضاوت سنگینی خواهد کرد. شما اینجا به جرایدتان میگویید چیزی ننویسند، به عواملتان میگویید اعلام کنند. من اعلام کردم امام زمانم. تاریخ را چه میکنید؟ واقعیت ها را چه میکنید؟ دنیا الان فهمیده مشکل من و شما دین است. من میگویم دین سنتی، شما میگویید دین سیاسی. این صحبت که فرمودین، شما گفتید از سال 1375 ظاهرا با ایشون آشنا میشید و به 78 انقلاب میدونیم 57 به وقوع پیوست. این مدت آقای کاظمینی بروجردی کجا بودن و چه دیدگاه‌هایی رو دنبال میکردن، چه طرز تفکری داشتن در اون فاصله 1357 تا اون زمانی که میان و مخالف این حکومت میشن؟ ایشون موقعی که شروع به کار کردن 18-19 ساله بودن تو دهه 70 که من دارم اعتراف میکنم. قبلا خب خیلی کوچیکتر بودن، ولی موقعی که ایشون استارت زدن برای شروع کار فکر میکنم حدود 19 ساله بودن که آیت الله مرعشی نجفی ایشون رو به اصطلاح معمم کرده بود. ایشون تحصیلات پیش پدرشون و پدر بزرگشون بیشتر و قم نرفتن و پیش پدرشون و پدر بزرگشون در حوزه بروجرد درس خوندن و از طرف آیت الله مرعشی نجفی به اصطلاح لباس گرفتن. شروع کارشون هم به یه مسجدی بود به نام همت آباد در نزدیک میدان منیریه تهران. قبل از اون هم خب به هر حال یا کم سن و سال بودن، ولی پدر ایشون که به اصطلاح حالا مرجع ایشون هم بود که از اون به اصطلاح تأسیس می‌کردن، پدرشون آیت الله عظما محمد علی کاظمینی بروجردی بوده که صاحب 33 جلد کتاب هست در راه امام شناسی نوشته شده. در این رو همیشه تأکید می‌کرده که
به اصطلاح با آوردن این امام شناسی ها به مردم تاکید میکرده که نکنه امامان دروغین برای شما بسازن و یک روزی بیان و امام فلانی برای شما بسازن. این بوده سلسله دروسی که پدر ایشون میداده و ایشون هم در شرکت میکرده و طرفدار این عقیده بوده. پدر ایشون به شدت با حکومت دینداران مخالف بوده و حکومت دینی، و به دلیل همین اعتقادش و کوتاه نیامدن از موضعش در سال 1381 در بیمارستان به قتل میرسه از سوی جمهوری اسلامی. یعنی در دوران انقلاب 1357-56 اون موقع پدر ایشون مخالف این بودن که ولایت فقیه بشه و آقای خمینی بیان حکومت رو به دست بگیرن. 100% مخالف بودن. ایشون پس از اون خونه نشینی به اعتراض خونه نشینی رو اختیار میکنن، هرگز دیگه بیرون نمیان و هیچ جا حاضر نیستن سخنرانی کنن. بارها اومدن از سوی حکومت و از سوی بعضی ها که حالا خارجی هم بودن، نمیدونم از کجا اومده بودن، حتی نیمه شب خانه ایشون اومدن، تهدید به قتل کردن، گفتن بیاید بسازید. حتی آخرین بار نزدیک مرگ خمینی اومدن دیدار ایشون و گفتن که خمینی میخواد بمیره، شما بیا و همراهی کن و به اصطلاح در شورای رهبری باش یا کمک کن، چون که مورد به اصطلاح احترام و اعتماد خیلی ها هستین. ایشون صاحب منشورات نور هستن، بسیار کتابا نوشتن و جلسات چیزی میذاشتن، ولی ایشون موافقت نمی کنن. همونجا، یعنی حتی نوارش هستش که خودشون دارن توضیح میدن خاطرشون رو، همونجا بهش تهدید میکنن که ما تو رو میکشیم و آقای آیت الله محمد علی کاظمی بوجردی اونجا میگن که مرگ من دست خداست و شما هیچ کاری نمیتونید بکنید، اگه قرار باشه بمیرم میمیرم. این جلساتی که برگزار میکردن در مسجدهای مختلف فرمودید و اینکه من برمیرم مسجد همت آباد، در پایان مثل این مراسم من یکی دو تا فیلم دیدم از ایشون در روی اینترنت که ایشون از مقامات و مسئولین تشکر میکنن بابت اینکه اجازه رو دادن تونستن این مراسم برگزار بشه. این دقیقا ممکن شما توضیح بفرمایید منظورشون از این تشکر و تعریف و تمجید از مقامات چی بوده؟ نه، اصلا تعریف و تمجید نبوده از مقامات. به هیچ وجه هیچ کدوم از مراسماشون اینو نداره بجز یک مراسم. تمام مراسماشون مشخصه، هرگز اسم هیچ کسی رو نمیارن. ایشون اصلا ازشون خواسته شده بود تو دادگاه‌ها و زندان‌های مختلفی، اینو بگم آقای ام تو پرانتز که ایشون سال 74 زندانی میشه، میرو باین ایشون رو اصلا میبرن زندان توحید. ایشون سال 74 79 مجددا زندانی میشه، میبرن زندان اوین. ماه‌ها ایشون زیر شکنجه بودن، آویزون کرده بودن ایشون رو، به حال مرگ ایشون رو آزاد کردن در اثر خب فشارهای طرفدارانشون، منتها کوتاه نیامدن موضعشون. وقتی که و حتی از ایشون خواسته بودن که دعا کنه آخرش رهبری رو یا مقامات رو بگه و ایشون کار نمی‌کرد. بارها ایشون رو احضار کردن توی دادگاه‌هاشون، توهین کردن، تحقیر کردن، ولی ایشون حاضر نمی‌شد. جلساتش رو تعطیل می‌کردن، مسجدشون رو مصادره کردن، مسجد همت آباد، بعد ایشون هم خونه‌شون می‌رمدن اونجا. خیلی داستان طولانی، ولی هیچ وقت کوتاه نیامدن. تنها جلسه‌ای که ایشون تشکر از مقامات نظامی انتظامی کردن که حمایت کمک دارن میکنن، جلسه 8 تیر 1385 بود که ایشون در استادیوم شهید کشوری برگزار کردن. قبلش اومده بودن یک استادیوم یه جای دیگر رو گرفته بودیم برای مراسم، من اونجا حضور داشتم، اومدن و مداخله کردن و نخواستن، نذاشتن که اونجا تشکیل بشه. و ما چون قبلا هم این سابقه داشت که این کارو میکردن، بارها جلسات ایشون تعطیل کرده بودن، یه فکری که کرده بودیم این بود که در اصل ما این شهید کشوری رو گرفته بودیم برای مراسم، ولی جای دیگر رو اعلام کرده بودیم. اونجا رو که بسته بودن، تعدادی از دوستان ما رو بردن در وزارت اطلاعات و در کلانتری محل و به شدت مورد مؤاخذه قرار دادن و خود آقای بروجردی از خانوادهشون چند نفر رو که چرا شما جلسه گرفتین جلسه، ولی خب جلسات مذهبی دیگه مجوز نمیخواست در ایران، و آقای یعنی به اصطلاح هم پسرشون و خانوادهشون و همراهاشون گفته بودن که خب جلسه مذهبی روز خواستم هست به اصطلاح در ایران اینجوریه که توضیح بدم واسه کسایی که طولانی مدت ایران نبودن، مثلا اعیاد مذهبی یا مراسم عزاداری مذهبی دیگه مجوز نمیخواست اون موقع و همیشه میتونستن بگیرن. نه، ولی کلانتری گفته بود که الان شما 150,000 نفر حداقل آدم اینجا جمع کردین و نباید این کارو میکردین و اینا. در حال در نهایت وقتی دیدودن جمعیت ریخته دیگه اونجا و نمیتونن کاریش بکنن، اومدن سعیم کردن پراکندگی بکنن، دیدن اصلا نمیتونن، تبدیل شد به اینکه خود کلانتری محل کمک داد که یه ترافیک نشه و مردم بتونن یه جایی قرار بگیرن. این تنها باری بود که ایشون
به خاطر اون شرایطی که پیش اومده بود در از آخرین جلسه عمومی ایشون هم بود یه تشکری از مقامات انتظامی و نظامی کردن که همکاری کردن، ولی هیچ وقت تعریف و تمجید حکومت رو هرگز تو این 400 تا نوار شما نمیبینید. پس یعنی 3 ماه بعد از اون جلسه بوده که ایشون رو دستگیر میکنن در خونهشون در تهران. آیا اینو شما تایید میکنید که آقای بروجردی رو احضارش میکنن به دادگاه ویژه روحانیت؟ بارها یعنی ایشون همینجور هر بار احضار میشد بعد بار از آخر خدمت بله دارم. بار آخری که این جلسه رو گذار انجام دادن احضاریه براشون اومد و ایشون مدام میومد دیگه هر هفته. بله چی بود؟ علت احضاریشون چی بود؟ اینجا نوشته بودن که برای پاره از توضیحات. بله. توضیح ندادن به چه علت، گفتن پاره از توضیحات. هر دفعه خیلی احضاریاشون متفاوته، من الان خاطرم نیست، ولی توی سایت بام آزادی هست تصاویر احضاری های ایشون هست که یه دفعه میگفتن دانویز، یه دفعه میگفتن فلان، هر دفعه هم یه چیزی مینوشن، یه دفعه گفته بودن پاره از توضیحات. ولی بعد از اون مدام تلفنی بود، اونجور که من یادم میاد تلفن میزدن یا اینکه افرادی رو میفرستادن در خونهشون، میگفتن مثلا به عنوان دوست بودن، لابلای جلسه میومدن، نفوذی وزارت اطلاعات بودن، اینا میومدن با دلسوزی میگفتن که ما رفته بودیم اونجا و به ما گفتن که به شما نصیحت کنیم بگیم بیاید و درست نیست نمیاید و بیاید دادگاه دوباره. در گزارش های متفاوت سازمان ملل و مراجع محافظت از حقوق بشر در گوشه و کنار جهان همیشه به نام آقای بروجردی هم اشاره شده، خانم معزنزاده، به عنوان یک زندانی عقیدتی. وضعیت ایشون الان چگونه است در زندان و اینکه الان میگویند ایشون 11 سال زندانی که براشون بریدن باید ظاهرا سال آینده به پایان برسه، اینطوره؟ در اصل انگار 10 سال بوده، برای اینکه ایشون به هیچ وجه حکمی رو از وقتی که در سال 1985 دستگیر شدن، مرداد اومدن حمله کردن به منزلشون، تیر که جلسه آخرشون بود مرداد، 8 مرداد اومدن حمله کردن، بعد تحصن 70 روزه رو داشتن به اتفاق بسیاری از مردم که همجور می اومدن کمک می دادن، همراهی لام کردن. بعد نیمه مهر، 15 مهر از همون سال با یه تهاجم خیلی وسیعی همه رو بازداشت کردن، حتی همراهاشون رو که به اصطلاح خب در خیلی از شبکه‌های تلویزیونی هم گزارشش پخش شد. بعد از اون ایشون تا مدت‌ها ازشون خبر نبود، فکر می‌کنم حدود 1 سالی طول کشید که خب هم خودشون هم خیلی از کسایی که با ایشون همراهی کرده بودن، بیشتر با ایشون فعالیت می‌کردن، داخل زندان بودن. بعد از 1 سال خورده‌ای اومدن و به خانواده خبر دادن که دادگاه ایشون تشکیل شده، ولی ایشون نه وکیل بهش اجازه داده بودن وکیل مستقل بگیره، نه اینکه بهش اتهاماتش رو براش قبلا اطلاع داده بودن که به چه اتهامی، در یک دادگاه بسیار کوتاه دربسته و غیر به نظر ما غیر قانونی ایشون رو برده بودن و همونجا اتهامات رو خونده بودن، حدود 30 فقره یا تا 23 فقره، هرچی تو ذهنشون مونده الان، و هرگز کتبی نشون ایشون ندادن حتی همونجا، و بعد هم حکمی که صادر شد شفاهی بوده و هیچ وقت بهشون ابلاغ کتبی نشده. باز اینا همه مواردی هستش که نقض قانون اساسی خود جمهوری اسلامی هست که بهشون ابلاغ نشد. اول گفتن اعدام، بعد گفتن به اصطلاح در دادگاه بدوی، در دادگاه بعدی اعدام رو برطرف کردن، به اتفاق 15 نفر قرار بود اعدام بشن، اون رو چیز کردن و کردن 11 سال حبس، 1 سال در تهران بوده، حالا بقیهش رو باید بره در تبعید یزد بگذرونه. بعد ایشون رو بردن یزد، ولی بعد از 9 ماه به دلیل این تظاهرات سال 88 آوردن برگردوندن دوباره زندان به اصطلاح قسمت 500 سپاه اوین، و بعد از اون دوباره احکام متفاوت. این خیلی عجیبه در مورد ایشون، تماما شفاهی، یک بار میان میگن ما داریم میبریمت اعدام میکنیم، ایشون همین 2 سال گذشته بردن و 44 روز در قرنطینه اعدامی ها با دست و پای زنجیر شده نگه داشتن، 70 روز بعدش تلفن نمیتونستن بکنن. بعد نهایتا دادستان اومده میگه 10 سال بوده اصلا حکم تو. اصلا ما دادخواهیمون الان اینه، برای چی شما یه دونه حکم کتبی به ما نمیدید که بالاخره ایشون به چی محکوم شده؟ آیا ایشون وکیلی دارن که پروندهشون رو دنبال کنه در ایران؟
نه دیگه همونجور که عرض کردم خدمتتون، ایشون وکیل نمیتونن داشته باشن به دلیل که دادگاه ویژه روحانیت اجازه نمیده وکیل مستقل بیاد. از بین خود دادستانای بازنشسته شده اونجا میگه یکی رو انتخاب بکنی، مثل زمان به اصطلاح دادگاه های هیتلر میخوان اونجوری برگزار بکنن و ایشون نپذیرفتن و اونها هم گفتن نمیتونی وکیل داشته باشی. خب همیشه ما آقای بروجرد رو به عنوان آیت الله میشناختیم در مطالبی که در مورد ایشون میخوندیم، ولی اخیراً دیدم که در جای نوشته شده که ایشون اکنون خود را خلع لباس کرده و دیگر لباس روحانیت را به تن نمی کنند. یعنی ایشون الان کاملا اون درجه اجتهاد مذهبی اونا رو دیگه ندارن، درسته؟ یعنی از خودشون اینو گرفتن این درجه. ببینید درجه رو که آدم نمیتونه بگیره، ولی ایشون مثلا یه نفر رفته دکترا خونده نمیتونن بگن دیگه تو از این به بعد دکتر نیستی. ایشون خودشون دیگه یک بله. مذهبی قبول ندارن. به اصطلاح عنوان آیت الله رو ایشون گفتن که من استفاده نکنیم به اعتراض به جنایت هایی رو که با نام آیت الله شده و با این لباس صورت گرفته. ایشون گفتن من دیگه هرگز نمی پوشم، گرچه توی دادگاه هم ایشون رو بعدش خلع لباس کردن. یعنی یکی از احکامی که به اصطلاح چیزی که برای ایشون حکمی که برای ایشون دادن یکیش هم این هست، یکیش مصادره اموال بوده، یکیش هم لباس بوده، ولی ایشون هم خودش رو خلع لباس کرده بود از قبل از اینکه به اصطلاح تصاویر هم هست که ایشون بدون لباس میاد بیرون، بدون عمامه میاد در خونش حتی و هم تا 70 روز هم نمیپوشیده و بعد از اون هم فایل صوتی هم داده بود که من نمیپوشم حتی اگر این حکم رو برطرف کنم، چون خیلی از معممی رو برده بودم بسیار هر جرمی ممکنه که خلع لباس بکنم بعدش بهشون برمیگردونن، ولی ایشون گفتن من برای همیشه دیگه این لباس رو نمیپوشم به اعتراض به اینکه این به اصطلاح این کار رو سر مردم آوردن و هرگز اینو نمیپوشن. برای همین من دوباره تاکید میکنم اینجا آقای فرهودی به دلیلی که توی مصاحبه قبلی اینجور عنوان شد و من احساس میکنم عدالت حکم میکنه که ما اینو بگیم، دو تا نکته رو من اجازه میخوام که بگم اگر که وقت باشه. یکی این که ایشون به شهادت تصاویری که هست و مقاله هایی که ایشون در روزنامه های اون زمان حتی روزنامه ایران منتشر کردن از همون ابتدای کار مخالف حکومت دینی بودن و این رو بارز و ظاهر گفته بودن و این رو واضح گفته بودن که حکومت دینی به این دلایل، حتی مقاله بلند و بالا در روزنامه ایران منتشر کرده بودن که و من میتونم تصاویرش رو بدم خدمتتون اگه دوست داریم پخش بکنید، که حکومت دینی نمیتونه برای مردم نه برای دین مناسبه نه برای کشورداری. این از این، نه خودشون نه پدرشون و اجدادشون که پدرشون هم اونجا به اشتباه گفته شد در اون مصاحبه که از نجف اومدن، ولی ایشون هم پدرشون هم چند تا جد پشتشون در بروجرد اصلا اونجا زندگی میکردن و اونجا به دنیا آمدن و سنگ قبرشون آقای سید طاهر کاظمینی بروجردی اونجا هستش که از اجداد ایشون هست و قبل از اون هم که خب خیلی از دانشمندان هم از در ایران بزرگ به دنیا آمدن در که الان در ازبکستان و سمرقند و بخارا هستن مثل بوعلی سینا. نمیشه گفت که اونها خارجی بود اصطلاح. این یه توضیح نظری که بخاطر درستش گفته بشه. و یکی هم در مورد اعترافات هستش که من بگم خدمتتون، اعترافات به هر حال همونجور که شما فرمودید سری قبل همیشه زیر شکنجه هست. من یه چیزی رو خواهش میکنم از کمای اصحاب رسانه و از افرادی که به هر حال ما خارج از کشور هستیم و تفاوت میکنیم با داخل، این هستش که ما میتونیم پایه‌گذار یه چیزایی باشیم. اعترافات زیادی در یوتیوب وجود داره از شخصیت‌های بزرگ، از آیت الله العظمى شریعت مداری، از آقای فرج سرکوهی، نمیدونم اعضای حزب توده، همه گروه‌ها اینها زیر شکنجه گرفته شده، اینها در نهایت خشونت و نهایت دروغگویی گرفته شده. حتی اعترافات که ساختگی هم درست کردن و گذاشتن و زیر شکنجه‌های مختلف که مثلا در مورد آقای بروجردی بوده که 15 نفر از یارانشون که پسرش هم جزء اون بوده آوردن و می‌خواستن همونجا اعدام بکنن، ایشون مجبور شده وگرنه اعتراف نمی‌کرد. ایشون شکنجه‌های بسیاری رو تحمل کرده و همون لحظه کرده بود. 48 ساعت یک سره ایشونو زده بودن، حاضر به اعتراف نشده بود، برده بودن بیمارستان در حالت اغما چند ماه ایشون بوده، کسی نمیشناخته، ولی به دلیلی که به خودش اجازه نمیده دیگران رو به کشتن بده حاضر شده بود اعترافاتی رو بیاد بگه، اونم نه اینایی که ساخته بودن، اینا رو میان عوض میکنن. ما کاری که میتونیم بکنیم این هستش که به جای اینکه به اینها رفرنس بدیم، ما اینها رو بیایم بلاک بکنیم، اینها رو ریپورت بکنیم، اینها رو اعلام بکنیم که ترویج خشونت هست، نباید اصلا اینها باشه. اینها مدام اینا رو آپلود میکنن میذارن، ما نباید حتی بریم ببینیم، باید اینها رو کاری ما باید این کاری بکنیم که برداشته بشه. این فیلم که ساخته بودن و نشون داده شده بود، معذرت میخوام فقط این نکته رو بگم، حتی من این رو دارم فیلمش رو که چی بوده
اصل فیلمش رو من دارم که سال 1983 آقای بوجودی چی گفته و اینها چگونه تحریف کردن و چی نشونه من. بله، معمولا با مونتاژ و اینا خب عوض میکنن، جملات رو جابجا میکنن. از این کارا که همه ما وارد هستیم که جمهوری اسلامی یده طولایی داره، وزارت اطلاعات و دستگاه امنیتی. بازی با قرآن. وقت الان برگردن خودشون حرف خودشون رو باطل بدونن، خب این باز توهین به قرآنه. نونو به نرخ روزنخوری گشنه. اصلن تسلا شعار طلوع اسلام میده. کارهایی میکردم که جلب نظر مردم بشه، ولی خداوند ما را انسان آفرید. به مرور زمان نسیان حاصل شد و انسان بودن رو فراموش کردیم. جذب قانون تنازع بقا شدیم. بخور و الا خورده می شوی. بزن و الا می زنند. سوار شو و الا سوارت می شود. مسابقه ایست در این ایام. شعار عمومی شده که کلاه بر نداری کلاهتو بر می داره. باید پیش دستی کنیم. خط اکثریت شده ملاک. نونو به نرخ روزنخوری گشنه. اسلم تسلم شعار طلوع اسلام اینه. اسلام بیاری تا سالم باشید. آیا این 1 میلیارد نفوس اسلامی که اسلام آوردن سالمن؟ خانم معززاده، اشاره کردیم که از ابتدای مسابقه شما نماینده ایشون هستید. آیا مشخص هست که آقای بروجردی چه تعداد طرفدار داره در داخل و خارج از کشور؟ کوتاه بفرمایید لطفا. من تعداد دقیق آمار دقیق طرفدارانشون ندارم، همینجورم رو به افزایش هست، ولی به اصطلاح تخمینی میتونیم بزنیم. به اصطلاح همون موقعی که ایشون هر بار که ایشون رو بردن دستگیر کردن بردن، صدها هزار نفر در ایران، تهران و در شهرستان‌های مختلف ایشون طرفدار داشتن. از همه جا ایشون دعوت می‌کردن و ایشون سفرها می‌کردن به شهرهای مختلف و اونجا هم تدریس می‌کردن و همه تصاویر هست در آبادان، در اصفهان به چه جمعیتی می‌اومده اونجا و تصاویر گویاست، ولی من تخمین درستی ندارم. بعد از اون هم الان در شبکه‌های اجتماعی فعالیت تدریس ایشون رو می‌ذارن دوستانی که اونجا فعالیت‌های فرهنگی می‌کنن. به اصطلاح با وجودی که ایشون تریبون نداشته، اجازه تبلیغ نداشته، ولی با همین امکانات کم به اصطلاح شبکه‌های اجتماعی ایشون در داخل کشور بسیار پرطرفدار، ولی من تخمین درستی ندارم که چه تعداد. هم در خارج از کشور هم تخمین درستی نداری؟ نه، به خاطر اینکه ما تا حالا نشده که بیام جمع بکنیم همه رو، به اصطلاح بگیم حالا یه جمعیت نمیدونم چقدر در بیرون، ولی میدونم که جمعیت خیلی زیادی از ایران ایشون رو میشناسن و به اصطلاح حالا اجازه طرفدارن. خانم عزیز، به عنوان پرسش آخر، اگر آقای بروجردی را آزاد بکنن، همین مثلا فرض کنید در پایان دوره محکومیتشون ایشون رو آزاد کنن، آقای بروجردی چه فعالیتی رو در داخل کشور میخواد دنبال بکنه و اصولا چه نقششون چی هست برای آینده ایران؟ چه فکر میکنن و آیا فکر میکنید در این جو کنونی در داخل به آقای بروجردی و امثال هم اجازه فعالیت آزاد سیاسی داده بشه در این حکومت؟
ببینید الان خب خیلی مشکل هست. من فکر نمی کنم با این شرایطی که ما داریم می بینیم آقای بورجادی رو آزاد بکنم، به دلیلی که الان به اصطلاح حکم ایشون بنا به تعداد 440 روز انفرادی تحمل کرده تا حالا، که به اصطلاح به حکم خود رهبرشون هر روزش با 10 روز حساب می شد، 20 سالیشون کشیده، 10 سالم خودش کشیده که الان داره 11 سالو داره میکشه. بعد ایشون هر سالی به اصطلاح هر زندانی بعد از اینکه حکمشو چیز میکنن هر سالی سه روز مرخصی شه، هیچ وقت اجازه ندادن مرخصی داشته باشه. ایشون باید به گفته بعضی از وکلایی که آگاه بودن و ما باشون مطرح کردیم باید در فروردین ماه گذشته آزاد میشدن، ولی اصلا هیچ جوابی حتی به خانواده داده نمیشه. دارو و درمان محروم هستن و ایشون خیلی عذاب. حالا اگر یه روزی یه کسی مثل آقای بروجدی آزاد بشه، ایشون چگونه میتونه اینجا اونجا فعالیت بکنه با وجود این به اصطلاح چیزی که از ایشون به اصطلاح نشد، چی میشه چجور میشه گفت که بگم که این همه ایشون از داخل زندان به همه فراخوان داد که من دارم اینو میگم، من مثل جمهوری اسلامی، مثل سیله، مثل سونامیه، داره مردم رو از بین میبره، بیاین کمک کنید. ولی واقعا همینجا من از تریبون شما میخوام بگم که اپوزیسیون، رسانه ها، هیچ کدوم اونجور که باید و شاید در مقابل هزینه‌ای که ایشون داد، خودش، زنش، بچهش و همه رو، حتی نوه 6 ماهش رو بردن توی زندان و هیچ چیز دیگه ایشون نداره برای از دست دادن، ایشون همه رو داد، حتی اعتبارش رو گذاشت پای اپوزیسیون و گفت من اعتبارمو میذارم، هر کس هر و اصلا فایل صوتی داد، هر کس با هر عقیده‌ای فقط برای عدالت و دموکراسی داره فعالیت میکنه، برای آزادی ایران فعالیت میکنه، منو همکار خودش بدونه. حتی تا این حد دست درمکاری کرد، ولی چطور میتونه هنوز ادامه بده و بیاد حالا من یه سوال فرضی از حضورتون کردم، اگر ایشون رو آزاد بکنن آقای بروجردی به چه شکلی میخوان به این فعالیت خودشون در این تزی که دارن جدایی دین از دولت با وجود حکومت ولایت فقیه، آیا میتونن کاری بکنن یا اینکه فکر میکنید باز دوباره ایشون رو به زندان میکنن؟ ببینید ایشون اصلا تز نوشتن در این زمینه رد ولایت فقیه، خب بعد در مورد سکولاریسم و نظرشون هم مقاله دادن که حتی در یک دانشگاه آمریکا به عنوان KSU آمریکا به عنوان مقاله پذیرفته شده بود که سخنرانی بکنن. خب ایشون زندان بودن، نمیتونستن، یکی از دوستانشون هم خواست بیاد که گرفتن اونو، نتونستن سخنرانی کنن، ولی نوشته هاشون همه مشخصه در اختیار عموم. خود این یک فعالیت هستش که ایشون توی زندان هم فعالیت کردن و نوشته هاشون رو بیرون دادن، بسیار نوشتن و حتما همین فعالیت رو ادامه میدن. حالا وقتی، ولی ایشون اینو داشتم میگفتم خدمتتون، وقتی حمایت کمکی از بیرون نشود دستشون باز نیست که اقدامات خیلی گسترده ای انجام بدن، در حدی که بتونن. خب ایشون فعالیت فرهنگی میکنن برای اتحاد بین ادیان، برای مبارزه با خشونت دینی، احتمالاً تو این زمینه ها هم کار میکنن چون این کاری بوده که انجام میدادن. فکر میکنید چرا اپوزیسیون خارج از کشور اونقدر دلسوزی نکرده برای اینکه آقای بروجردی آزادی خودشو کسب کنه؟ چرا؟ اپوزیسیون خارج از کشور، من خیلی روک بگم دیگه، الان دیگه مشخص شده برای همه، لازم نیست من بگم، نه تنها به بروجردی، به خودشون هم حتی رحم نکردن و کمک نکردن. حالا بروجردی رو یه عده گفتن بهانه آوردن، گفتن لباس آخوندی داشته، یه عده گفتن فلان بوده، نمیدونم، اینا همه بهانه است. ما متاسفانه به اندازه تمام کسایی که داریم حرف میزنیم و فقط حرف میزنیم، جمهوری اسلامی کوچک داریم، چون هر کس که فقط به فکر خودش هست و حاضر نیست که از خودش بگذره برای رسیدن به هدفش، همون آن آزادی ایران، اون در اصل داره یک جمهوری کوچک، جمهوری اسلامی کوچک در وجود خودش درست میکنه. آقای بروجردی این رو گفته بودن، دنیا طلبی و این غرور هستش که هر لحظه به تعبیر حالا شیعه شورای قاضی میسازه. این هست، وگرنه ما افراد همه آدما مثل هم هستن. این که ما بخوایم به دنبال این باشیم، متاسفانه اپوزیسیون دلیل اصلی ناکامیش این هستش که ما نخواستیم اون فداکاری رو که کسی مثل بروجردی کرده و مثل آرش جانش و همه چیزش رو کف دستش گذاشته و با آخرین تیرشلی کرده، ما این کار رو نکردیم. به همین دلیل هر کسی رو به یه عنوان، یکی شاهه، یکی چپه، یکی راسته، یکی آخونده، یه بهانه آوردیم و نکردیم. سپاسگزارم از شما خانم مریم معززاده که وقتتون در اختیار من گذاشتید برای انجام گفتگو.